شنبه. رئیس جمهور غنی گفته است که در کنار پاکستان، چین و روسیه نیز ترورستان و جنایتکاران را به افغانستان می‌فرستند. حکومت افغانستان از صلح و بین سوی اداره استخبارات پاکستان را به دست داشتن در عقب جنگ جاری افغانستان متهم و به این باور است که تمامی جنگجویان مسلح پس از آموزش در پاکستان به جنگ در افغانستان فرستاده می شوند. اما رئیس جمهور غنی در اظهارات تازه‌اش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است که جنگجویان داخل در جنگ افغانستان به شکل گسترده از اقتصاد جرمی تغذیه می شوند و این جنایتکاران و جنگجویان به شمول پاکستان از چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز با افغانستان میآیند. هرچند بیشتر اوقات جنگ افغانستان جنگ داخلی خوانده می شود، اما این گونه نیست. بحران ها در جهان و منطقه سبب شده تا ناامنی به شکل مستقیم افغانستان را متاثر بسازد. جنگجویان برخی کشورهای منطقه و جهان عملا در افغانستان می جنگند. رئیس جمهور غنی می گوید که اردوی افغانستان به نیابت کشورهای دیگر می جنگد و اکنون کمر داعش را در افغانستان شکسته است. آگاهان سیاسی می گویند که ترورستان عموما در پاکستان آموزش می‌بینند و در این اظهارات رئیس جمهور غنی از واقعیت انکار شده است که ISI ترورستان را حمایت می‌کند. سرچشمه کنش‌های افراطی و منابع تمویل و تجهیز تروریسم کاملا مشخص است و صحبت‌های رئیس جمهور افغانستان من فکر می‌کنم بیشتر در راستای تأمین منافع کشورهای بیگانه ارزیابی می‌شود. بنابراین با شفافیت مردم افغانستان، جامعه بین المللی امروز می فهمه که تروریست ها از او طرف دیورند همواره وارد افغانستان شده و نه تنها افغانستان که بسیاری از کشورهای دیگر هم البته با تبانی قدرت های غربی مورد تعرض و تهدید و تجاوز قرار داده. آگاهان سیاسی میگویند که جنگجویان مسئله ایغور چین، چچنهای روسیه و تحریک اسلامی ازبکستان از سالها به این سو در پاکستان به شکل منظم آموزش می‌بیند و پس از آن به شمول افغانستان به این کشورها فرستاده می‌شود. آگاهان نظامی می‌گویند که جنگجویان مصروف جنگ در افغانستان بخشی از منابع مالیشان را از اقتصاد جرمی به دست می‌آورند، اما این جنگجویان مسلح به شکل گسترده از خارج کشور حمایت می‌شوند. آقا هر خلک نیستید و حقوقی حکومت و نغبان نرازی اگه هغه ترهگر دی چه په خپل وطنو کې ځایونه نه لري، هغه ترهگر دی چې سابقه امریکان روزلي و د مجاهدینو سره یو ځای د روسانو په مقابل کې، هغه اوس په نورو مملکتو کې ځای نه راځي، راځي پاکستان ته، پاکستان کې رزول کېږي، راځي افغانستان ته. عامل اصلی به وجود آمدن تروریسم و تقویت تروریسم برمیگرده به سیاست قدرت های منطقه و فرا منطقه. بنابراین هیچگاه تروریسم را اقتصاد جرمی به وجود نیاورده، بلکه در واقع سیاست های کلانی که امروزه قدرت های غربی و شمار از کشورهای همسایه ما دنبال میکنه در منطقه، اینا باعث شده که اصلا از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده بکنه. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس منشان بر بحران پناهجویی نیز سخنرانی کرد و از کشورهای اروپایی خواست که اگر نمیخوان مهاجرین به این کشورها بیایند، پس برای سواد و ایجاد فرصت های کاری با آنان در افغانستان همکاری کنند. مسئولان وزارت دفاع ملی میگویند که در منطقه دندغوری ولایت بغلان جنگجویان مسلح کشورهای منطقه میجنگند. جنگ میان نیروهای افغان و جنگجویان مسلح در دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان به شدت جریان دارد. مسئولان امنیتی میگویند که سربازان افغان در جنگ بغلان دستاوردهایی دارند. با این عملیات تا تصفیه کامل دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع ملی میگوید که در ولایت بغلان جنگجویان ازبک، چچن، تاجک، عرب و کشورهای دیگر با سربازان افغان میجنگند. موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره هلته مخالفین له منځه ویسو، تر څو چې ډنډې غوري او ډنډې شهاب‌الدین تصفیه نه شي موږ عملیات نه بس کوو هلته، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نه شي موږ عملیات نه بس کوو. ایغوري بری چی آمده؟ چچینی اینجا چی میکنه؟ پنجابی اینجا چی میکنه؟ ای عربا چرا د وطن خود نمیره؟ ازبک و تاجک خو بره همسایه ما د مونږه برند وطن خود بره، اینجا چی میکنه د وطن ما؟ بینان اونا هستن که رحم نمیکنه بالای مردم ما. هرچند باشندگان ولایت بغلان شکایت کردند که در جنگ دندغوری و دند شهاب‌الدین افغانهای ملکی کشته می شوند، اما وزارت دفاع ملی می گوید که برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش می کنند.
از سوی هم مسئولان میگویند در ولسوالی سنگین هلمند نیز جنگ شدید جریان دارد و عملیات زمینی از ولسوالی گرشک برای تسکیه این ولسوالی آغاز شده است. در اوست چیمون خبری که پس سنگین که فشار دیر زیاده جگره در اوست از من خواتون آلتا ورغلی دی و دیر جگره در سنگین پشا و فاکه دا. مگر منگا در گرشک نا عملیات پیل کلی دی چی سنگین تا وکا ولیشو چیز مکل داری طول اکمالات بکو در اوست هم عملیات روان دی و امید دی چی پا هلمند که در دخمان ها طول توتی لکه چی ناکمی شوی دی هم دسی در خواه رسرا برابریش. در این حال مسئولان شفاخانه سردار محمد داود خان در رابطه با ویدیوی ولادت یک زن در صحن این شفاخانه وضاحت میدهند. مسئولان میگویند که در این رویداد کارمندان این شفاخانه مقصر نیستند و خدمات عاجل برای این زن عرضه گردیده بود. مسئله تاخیر نبوده، یک سوی تفاهم صورت گرفته که از سرویس از یک محل به محل دیگر نقل کرده و در این صورت پایواز مریض نتانسته که سرویس به صورت درست پیدا کنه. بالاخره میفهمیم که پروسه ولادت یک پروسه است که به وقت و زمان خاصی نیاز نداره، یعنی میتونه که همون مسئله در چند ثانیه در چند دقیقه صورت بگیره. درست است که آدم میتونه در رقابت مثبت با رسانه ها طور اخبار تنظیم بکنه که دلچسب باشه و بیننده زیاد داشته باشه، اما حیثیت و اعتبار کردیت اشخاص، حیثیت و اعتبار کردیت مؤسسات ملی و بین المللی در نظر میگیره. مسئولان میگویند که تحقیقات در رابطه با این موضوع جریان دارد که این ویدیو توسط کی از شفاخانه بیرون شده و به دسترس رسانه ها قرار داده شده است. یک شنبه کمیته بررسی قضیه شهرک هوشمند میگوید که تمامی جناح‌های دخیل در قضیه شهرک هوشمند خلاف قانون عمل کردند. پس از آن که توافق اعمار شهرک هوشمند در سطح بلند با فردی که از سوی محاکم سه‌گانه مجرم ثابت شده بود امضا شد و واکنش‌های گسترده را برانگیخت، حکومت برای بررسی این قضیه کمیته را موظف کرد تا در رابطه با جناح‌های دخیل در این قضیه تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد. پیش از این از رئیس جمهور تا وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک، کمیسیون جمع‌آوری قرضه‌های کابل بانک، وزارت مالیه، لوید چارنوالی، نماینده رئیس جمهور در حکومتداری خوب و مشاور حقوقی رئیس جمهور همه به دست داشتن غیرقانونی در این قضیه متهم می شدند که کمیته بررسی کننده نیز بیشتر جناح‌های شامل این لیست را در این قضیه مقصر می خواند. در اجراءات مشاورت حقوقی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک، کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک در ارتباط همین قضیه شهرک هوشمند اجراعاتی که صورت گرفته ای در مغایرت با ماده 15 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری است، ماده 16 قانون تدارکات است که نباید با یک کسی که به 10 سال حبس محکوم شده عقد قرارداد بکند. جناح‌های دخیل در قضیه شهرک هوشمند میگویند بر اساس طرز عمل جمع‌آوری قرضه‌های کابل بانک که از سوی شورای وزیران تایید شده بود، این توافق را با خلیل لافیروزی قرضدار بزرگ کابل بانک امضا کرد، اما تمام جناح‌های دخیل در این قضیه به این دلیل مقصر خوانده می‌شوند که قانون نافذه کشور به فرد اجازه امضای توافقنامه را نمی‌دهد که از سوی محاکم سه‌گانه مجرم ثابت شده باشد. نماینده اداره هماهنگی مبارزه مشترک بر ضد فساد اداری که عضو این کمیته است، عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور را بی‌خبر از دانش حقوقی و قانونی در این قضیه می‌خواند و می‌گوید که وی به دلیل بی‌خبری از این گونه مسائل در قضیه دخیل شده است و دیگر هیچ گونه معامله انجام نشده است. مثلا دکتر صاحب عبدالعلی محمدی در این مورد اونا اقدام کردن بدون از اینکه فرق بین قرض، دین، جریمه و جزا را تفکیک بکنن. در همین حال اداره هماهنگی مبارزه مشترک بر ضد فساد اداری میگوید که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد ناکام مانده است. حکومت وحدت ملی در برنامه عمل و در پلانشان مبارزه علیه فساد را مطالبه داشتند، ولی در عمل قسمی که ایجاب میکرد لازم بود
اجراعات قناعت بخشی صورت گرفتن نتانست. این بررسی های کمیته مذف در مورد شهرک هوشمند نزدیک به یک ماه پیش بر ریاست جمهوری سپرده شده است، اما ریاست جمهوری تا هنوز در رابطه به این موضوع چیزی نگفته است. اکنون دیده شود که حکومت وحدت ملی با جناح‌های دخیل در این قضیه چگونه برخورد می کند. دوشنبه 27 سال روز خروج نیروهای اتحاد شوروی پیشین از افغانستان تجلیل گردید. بیست و هفتمین سال روز خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان با برگزاری مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل گردید. این روز هر سال به تاریخ 26 دل تجلیل می گردد. علاوه بر ارگ ریاست جمهوری، برخی از احزاب سیاسی نیز در مراسم جداگانه که به این مناسبت برگزار شده بود این پیروزی بزرگ را نتیجه فداکاری مجاهدین واقعی خواندند. په دې ورځ کې مستضعف د مستکبر په خېټه باندې کېناست او دا حق ورځ ده چې ایمان خپله برلاسي د کفر او الحاد په وړاندې یوارې بیا دنیا ته اعلان بشه. از دوستها و آشنایا اینا میگفتن که به کدام قدرت به کدام چی دارین شما که در مقابل تازه شد بگم میکنم ما خدا داریم، خدای عز و جل که شوروی را خلق کرد، دنیا را خلق کرد، مردم را خلق کرد. رئیس جمهور غنی، رهبران پیشین جهادی، سیاستمداران و مقامهای افغان در 27 سال روز خروج نیروهای اتحاد شوروی پیشین اختلافات مجاهدین را عامل وضعیت جاری در افغانستان پس از این پیروزی بزرگ خواندند. ما سزاوار آن بودیم که پس از آن پیروزی تاریخی به سوی آینده تابناک و روشن گام برداریم. ما باید پس از شکست دشمن و رسیدن به آزادی نیز متحد و یک پارچه میماندیم. ما باید با آبادانی مساجد و مکاتب خود همت میگماشتیم. ما باید پوانتونهای خود را به شکوفایی میرسوندیم. بعد از جهاد، بعد از شکست پوشون شوروی، متاسفانه مشکلات پیش آمد. طور همه ما عواملش میدانیم، اما مردم ما نتانستند به خوشی ثمره پیروزی بزرگ تجلیل کنند. چرا پس از جهاد ما به این مرحله کشیده شدیم؟ یک نقطه سوال است. ما همیشه باید در برابر اشتباهات خود معترف باشیم. در همین حال برخی از باشندگان کابل نیز میگویند که اختلافات مجاهدین پس از خروج نیروهای شوروی عامل مواجه شدن افغانها با مشکلات زیاد و ایرانی خانه هایشان و مجبور شدن هزاران تن به ترک کشور شدند. چې د کوم وخت نو روسیانو وتلی د خلکو ډیر زیات امیدونه ډیر خوشاله اسلامي حکومت راغی قلاری به راشي خل بشپې خو مګر ارامي رانله. ما انتظار داشتیم از برادرای مجاهد خود وقتی که اونا آمدند در شهر کابل، ما فکر کردیم که گویا ما از تحت استثمار و همو مشکلاتی که بود ما رها یافتیم، ولی متاسفانه با آمدن همین رژیمایی که ما میبینیم در سه دهه که در این کشور جنگ است، نیستی و نابودی و کشتن و خوردن و بردن و رفتن، همه چیز ما به خاک خون کشانیده شد. اتحاد شوروی پیشین به تاریخ 6 جدی سال 1357 به افغانستان حمله کرد و 9 سال به افغانستان یقینه و پس از افتانان نزدیک به 15,000 سربازش به تاریخ 26 تل و سال 1367 بر اساس برنامه با مجاهدین طریق بندر حیرتان افغانستان را ترک کردند. سه‌شنبه حکومت افغانستان میگوید که متعهد به مسئولیت حقوق اطفال است. گزارش های متعددی از استفاده اطفال در جنگ افغانستان داده شده است. زمانی که بخش مسئولیت اطفال سازمان ملل در سال 1389 گزارشی مبنی بر گماشتن اطفال زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای افغان علاوه بر صفوف جنگجویان مسلح را نشر کرد، حکومت افغانستان نیز با مبارزه به این پدیده تعهد سپرد. نماینده خاص سازمان ملل در بخش مسئولیت اطفال در جنگ ها اینجا آمد است تا در رابطه به همین موضوع از اقدامات انجام شده حکومت افغانستان آگاهی یابد و در این بخش تعهداتش را به حکومت افغانستان بار دیگر تجدید کند. معین سیاسی وزارت امور خارجه میگوید که حکومت برای نجات اطفال زیر سن 18 سال از جنگ ها در صفوف نیروهای افغان اقدامات قابل ملاحظه ای را انجام داده است و در این بخش برخی قوانین را نیز تصویب نموده است.
تصویب قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، تصویب پلان 15 فقره‌ای، پلان عمل و نقشه را برای جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان، تصویب رهنمود ارزیابی سن به منظور جلوگیری و پاسخدهی به استخدام اطفال در نیروهای امنیتی افغانستان، تهیه و ارسال 4 گزارش از تطبیق پلان عمل و پیشرفت‌های چالش‌های آن، ایجاد واحدهای حمایت از اطفال در مراکز استخدام نیروهای مسلح کشور و در ولایت بلخ، هرات، ننگهار و راه اندازی کمپین اطفال نسرباز در سطح کشور. یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید در چارچوب یونیسف و حکومت افغانستان نزدیک به 4 وزارت برای جلوگیری از داخل شدن کودکان در جنگ ها و منازعات و گونه مشترک کار میکنند. نماینده خود سازمان ملل در بخش مسئولیت اطفال در جنگ ها میگوید برای مسئولیت حقوق اطفال با کمک جامعه جهانی کارهای انجام شده، اما هنوز هم نیاز است تا با حکومت افغانستان با گونه مشترک کار کنیم. کار بیشتر از این، ادامه ی تلاش ها، شناسایی کمبودی های ما، و ما از این نباید حراس داشته باشیم که به این هدف رسیدن نخواهد بتوانیم. ما خود نیز اطفال را داریم که به مکاتب رفتن نمیتوانند. ما مکاتب را داریم که به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدودند. ما دخترهایی را داریم که به دلیل تهدیدها نمیتوانند به مکاتب بروند. اینجا جنگ جریان دارد. به همین دلیل ما تلاش میکنیم تا چگونه این مشکلات را حل کنیم، چگونه اطمینان حاصل کنیم که به این هدف رسیده میتوانیم و چگونه میتوانیم آرزوهای افغانستان را به حقیقت مبدل کنیم. این تعهدات در رابطه با استفاده اطفال در جنگ در حالی است که هر دو جناح همین اکنون متهمند که از اطفال در جنگ استفاده میکنند. چهارشنبه گلوبال ریسرچ صفحه اینترنتی تحقیقاتی میگوید که امریکا تا 50 سال دیگر افغانستان را ترک نمی کند. چین و روسیه بر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر شک و تردید دارند. برخی از آگاهان سیاسی و افسران نظامی پیشین با این باورند که ایالات متحده از افغانستان در برابر چین، روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی به حیث مرکز استفاده می کنند. صفحه گلوبال ریسرچ می گوید که جنگ افغانستان 11 ماه پیش از رویداد 11 سپتامبر پلان شده بود و جورج بوش نیز قبل از این تاریخ به حمله در افغانستان توافق نشان داده بود. این صفحه تحقیقاتی با نقل قول از رئیس دفتر کولن پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا میگوید که هدف آمریکا چین، روسیه و ایران است و کشورهای آسیای مرکزی در سالهای آینده مانند بازی بزرگ قرن گذشته میدان رقابت‌های سخت میان قدرت‌های بزرگ جهان خواهد بود. لورنس ویلکرسن در یک مصاحبه از این دوز پرده برداشته است که آمریکا تا 50 سال دیگر در افغانستان باقی می‌ماند. The war in Afghanistan has morphed. It's not about Al-Qaeda anymore. جنگ در افغانستان تغییر کرده است. این دیگر جنگ بر ضد القاعده و طالبان نیست. این جنگ به خاطر چین، روسیه، پاکستان، ایران، سوریه و عراق است. به خاطر کردستان است که آیا ایجاد خواهد شد و یا خیر. و در نهایت این جنگ، جنگ تیل، آب و انرژی است. من پیشگویی میکنم که حضور آمریکایی ها در افغانستان تا 50 سال دیگر ادامه پیدا میکند. این مدت میتواند افزایش یابد، اما کاهش نه. گلوبال ریسرچ میگوید غرب بر این باور است که جنگ جاری در افغانستان بر ضد توریسم است، اما در سال 2001 پس از داخل شدن نیروهای خارجی به افغانستان بر ضد توریسم هیچ کاری نشده است، بلکه این همه برای موقعیت جیواستراتژیک، جیوپولیتیک و ذخایر اقتصادی افغانستان است. کشف معادن افغانستان به ارزش 1 تریلیون دلار موضوع تازه کشف شده نیست، بلکه امریکایان از سال 1970 به این سو از این ذخایر معدنی افغانستان آگاهی دارند. با توجه به این ذخایر معدن و بلند بردن سطح کشت کوکنار روشن می شود که امریکا برای نیم قرن دیگر نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. دفتر تحقیقاتی گلوبال ریسرچ میگوید که باراک اوباما در ماه اکتبر سال گذشته اعلام کرد که تنها 10,000 سربازش در افغانستان خواهد ماند، اما اکنون در سیاست خارجی آمریکا یک تغییر سیستماتیک به نظر می رسد. رئیس جمهور آینده که به قدرت برسد سربازان آمریکا را تا چند دهه دیگر در افغانستان موظف خواهد نمود. با باور گلوبال ریسرچ اگر تمام نیروهای آمریکایی نیز از افغانستان خارج شوند برای انجام عملیاتش از نظامیان قراردادی و کمپانی های امنیتی خصوصی کار خواهد گرفت. پنجشنبه
شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و تأخیر در وصل کردن برق کابل، شرمنامه بزرگ را به رهبران حکومت وحدت ملی اهدا کردند. فعالان مدنی با شعار اینکه کابل پایتخت تاریک جهان است میگویند رهبران حکومت در تامین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ناکام ماندند. قرار بود این جمع از نهادهای مدنی و فعالان سیاسی بر ضد حکومت تظاهرات را راه اندازی کنند، اما شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی با اهدای شرمنامه بزرگ به رهبران حکومت وحدت ملی از تاریک بودن کابل به شدت انتقاد کرده میگویند برای آنان اجازه تظاهرات در نزدیکی ارگ رئیس جمهوری و ریاست اجرائیه داده نشده است. آنان هشدار می‌دهند اگر لاین برق کابل وصل نشود فراخوان مردمی خواهند داد. پنهان شدن آنها در عقب دیوارهای سنگی و کاخهای بلندشان بر ما نشان دادند که هنوز هم آنها از مردم افغانستان شرم ندارند و گوشهایشان را با پنبه غفلت بند کردند. این شرمنامه را که ما دادیم حداقلش تکان برشان باشه و بایست نشه که این کوتاهی ها را که در فصل سرما اینا پیش بردن، در فصل گرما ما بیشتر ولایت افغانستان را از هلمند و بغلان و قندوز گرفته تا بقیه ولایت افغانستان به اختیار طالبان و حامیان درونیشان که در داخل نظام هستند بسپاره میشن. اعضای این شبکه میگویند رهبران و حامیان حکومت وحدت ملی در 1.5 سال حکومتشان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردند و دیگر این روند قابل تحمل و پذیرش نیست. از این وضعیت و از این معاملگری ها بسطو آمدن. مشکل دیگه ای که وجود داره متاسفانه این است که ما نسبت به سیاست های حکومت و نسبت به سیاست های و سیاست گذاری های حکومت وحدت ملی به نوع بی‌باور و بی‌اعتماد هستیم. چرا در طول 1.5 سالی که از عمر این حکومت وحدت ملی میگذره یک برنامه واحد منسجم مردم شمول و افغانستان شمول برای وضعیت افغانستان در عرصه‌های مختلف وجود نداره؟ از قطع لاین برق و تاریک شدن کابل 1 ماه میگذرد. فعالین مدنی میگویند تاریک شدن کابل آخرین دستاورد رهبران حکومت وحدت ملی است و در کنار ده‌ها مصیبت دیگر نبود برق مشکلات جدی را برای باشندگان شهر کابل ایجاد کرده است.